سلام دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه دوازدهم درس های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا امیدوارم که دارید هر هفته با من این برنامه ها رو دنبال می کنید و شما رو تو فکر فرو برده باشه که جدی بگیرید در زندگی خودتون در خدمت خودتون اهمیت سلامتی عاطفی موضوعی که داریم توی این جلسات روش خیلی تاکید می کنیم این رو باز می کنیم و توی این برنامه ها دارم از کتاب استفاده می به نام The Emotionally Healthy Church کلیسایی که از نظر اصلی آتپی سالمی و بارها داریم میگیم که تز ما توی این برنامه ها اینه که همونطوری که داریم در سلامتی روحانی و زندگی روحانی رشد میکنیم و به طرف بلوغ حرکت میکنیم خدا ما رو دعوت کرده که در زندگی عاطفی خودمون در زندگی احساسی خودمون در شخصیت خودمون روح روان خودمون هم به طرف بلوغ و سلامتی تو زندگی حرکت کنیم حالا داریم صحبت رو ادامه میدیم از جلسه گذشته که یکی از اصلایی که تو زندگی باید خیلی روش کار بکنیم و جدی بگیریم که چطوری به طرف طرف سلامتی عاطفی حرکت کنیم اصل دومه که از هفته گذشته وارد شدم و تیتر این فصل و این اصلی که نویسنده داره مطرح میکنه این هست Break the power of the past گفتیم که خیلی وقتا زندگی ما شکل گرفته شده از خانواده که توش بودیم از آسیب که خوردیم در زندگی از زخم و تجربه هایی که داشتیم چه تجربه های خوب ما رو شکل داده و هم چه تجربه های منفی آسیب‌ها و زخم و به خصوص داریم میگیم که اون نفوذ گذشته رو در زندگی جلوش رو بگیر منظورمون نفوذ خوب نیست نفوذ منفی هست چه چیزهایی باید درک کنیم که ما رو شکل داده و شاید خودمون ازش خبر نداریم ولی باعث شده که امروزه من تو عکس عملهام، هام تو احساسام تو ارزش هام تو برخوردام توی رویاهام توی تصمیم گیری ها توی حتی درک من از کتاب مقدس تفسیر من از کتاب مقدس جاهایی که تو کتاب مقدس جاهایی که روی آیات کتاب مقدس تاکید میکنم جاهایی که ازش سرسری رد میشم همه اینا شک گرفته شده از اون فاکتورهایی که روی زندگی ما نفوذ داشته و ما باید به طرف خداگاهی حرکت کنیم باید به طرف خودشناسی حرکت کنیم هرچی خودمون رو بیشتر بشناسیم میبینیم که نقطه کورهای زندگی کجاست ضعفهای ما کجاست زخمهای ما کجاست و چطوری میتونیم اجازه بدیم نور کلام خدا وارد اون قسمت ها بشه و ما رو شفا بده و ما رو در عمق وجودمون به طرف شخصیت ایسای مسیح تو زندگی جلو ببریم حالا هفته گذشته درباره این صحبت کردیم که باید با یه زندگیت فکر بکنی روی این موضوع کار بکنی از خود سوال بکنی که خانواده تو چطوری تو رو روی تو نفوذ داشتن خانواده تو چه خصوصیاتی داشته چه مثبت چه منفی که باعث شده تو امروزه اون شخصیتی بشی که الان هستی و گفتیم تمام جزئیات روابط خانوادگی روابط پدر و مادر بود که چطوری روی فرزنداشون تاثیر میذاره روابط با برادر و خواهرا ارزش های خانوادگی زخم های خانوادگی چه ما بخوایم قبول کنیم چه نکنیم ما رو ساخته و امروز اون شخصیتی هستیم به خاطر نفوذ خانواده پس اگر میخوای به طرف خودشناسی حرکت کنی باید ببینی که زمینه خانوادگیت چطوری روی تو تاثیر گذاشتن ولی حالا امروز میخوایم توی این جلسه یک نکته دیگر رو زیر این اصل مطرح بکنیم و نویسنده میگه discerning the major influences in your life همچنین نه فقط خانواده چطوری تو رو شکل داده بلکه اگر میخوای خودت رو با خودت بیشتر آشنا بشی باید تشخیص بدی که چه فاکتورهایی چه موضوعاتی روی زندگیتون نفوذ خیلی مهمی داشته مثلا نویسنده مطرح میکنه مثلا اگر از خانواده میای که توش طلاق بوده اگر آسیب جنسی بوده اگر آسیب های احساسی بوده اگر نوعی اعتیاد توش بوده یا مثلا یکی از اعضای خانواده برای مدت ها بیکار بوده یا مثلا یک خیانتی در خانواده یا دوستی اتفاق افتاده پس نفوس هایی که در زندگی داشتی نه فقط خانواده چه شکلی داشته و روابط خانوادگی چه شکلی داشته چه تاثیراتی چه اتفاقاتی افتاده در زندگیت در کشوری که بودی در زمان تو در اون مقطع زمانی و مکانی که بودی چه چیزهایی روی تو تاثیر گذاشته این هم قسمت مهمی از آشنایی با خودمونه و روبرو شدن با آسیب و زخم ها که میتونن اثرای منفیش هنوز در زندگی حتی به عنوان یک مسیحی و خادم ادامه داشته باشه میخوام خیلی اینجا رک صحبت کنم همینی که ما ایرانیا اگر تو ایران بودید برای این نزدیک به چل سال گذشته تاثیر انقلاب رو نمیتونیم انقلاب اسلامی رو نمیتونیم روی خودمون انکار بکنیم که چقدر تاثیر انقلاب چه تاثیراتی روی ما داشته و اتفاقاتی که افتاده خشونت هایی که دیدیم جنگ ایران و عراق این مسائلی که جامعه ایران رو تحت فشار گذاشته حتی امروزه مثلا میبینیم خیلی از خانواده ها تو اعتیادن طلاق نمیدونم بیکاری نگرانی و استراب این مسائل فاکتورهای فرهنگی مثل ریاکاری رو راست نبودن دروغ گفتن غیبت کردن چشم و همچشمی اینا بالاخره از فرهنگی که توش بودیم جامعه ای که توش بودیم و روی ما تاثیر گذاشته یا اگر اومدید از ایران بیرون همینی که در قربت هستید اون پروسه پناهندگی دوری از وطن و خانواده نگرانی ها و فشارهایی که تو زندگیت وارد شده به خاطری که از وطن دوری و از آیندت نگرانی و در ترسی حالا شاید خیلی از این فشارها رو خودت حتی آگاه نباشی که چرا اینقدر در تو استرسه چرا اینقدر در تو عصبانیته چرا اینقدر با ناامیدی مشکل داری چرا با دیپریشن شاید مبارزه میکنی چرا اینقدر روابط ما زود میایم تو کلیسا خیلی عشق و عاشقی همه همدیگر رو دوست دارن به محض اینکه یک ناراحتی از یکی میبینیم به جای اینکه بتونیم سالم و ناراحتی رو حل کنیم با همدیگه قهر میکنیم به روی هم نمیاریم ولی پشت سر همدیگه ضربه میزنیم به خاطر اینکه باید آگاه باشیم که خیلی از عکس ما احساسات ما برخورد ما تاثیر گرفته از اون فرهنگی که توش بودیم از اون زخم که روی خود ما وارد شده خصوصیاتی که یاد گرفتیم از جامعهمون از خانوادهمون از ارتباطاتی که توش بودیم و حالا با همون بار با همون زخم به مسیح ایمان آوردیم و وارد کلیسا شدیم داریم دعا میکنیم داریم کلام رو میخونیم داریم بشارت میدیم داریم خدمت میکنیم ولی هنوز میبینیم که ریشه اون آسیب ها ما باش درگیر هستیم توی روابطمون توی احساساتمون حتی توی رابطه ما با خدا توی برخورد ما با آیات کتاب مقدس پس اگر میخوایم به طرف سلامتی عاطفی حرکت کنیم اصل اولی که مطرح کردیم و روش چند هفته وقت گذاشتیم اینه که باید به عمق زندگی بریم زیر سطح بریم اون قسمت کوه یخ که زیر سطح آبه و قابل دیدار نیست و باید وارد اعماق ریشه های مسائل شد ولی حالا پله دوم اینه که باید وقتی ریشه یابی کردیم و اون زخم ها رو دیدیم باید, تص... باید تشخیص بدیم که اونا چی هستن پیچیدگی این درد ها چقدر لایه های پیچیده ای داره و باید تصمیم بگیریم که وقتی اونا رو شناسایی کردیم چطوری یاد بگیریم که جلوی نفوذ منفی این آسیب ها رو در زندگی خودمون جلوش بیستیم. و نذاریم که این آسیب ها دائم ما رو آزار بده ما رو جریه دار بکنه و توی روابط ما توی احساسات ما تاثیر منفی بذاره پس به فکر باشیم که چه چه تجربه های تو زندگی داشتیم و اونا رو بیاریم در حضور مسیح و اجازه بدیم که بخشش خدا، آرامش خدا، شفای خدا وارد اون دردها و تجربه های منفی زندگی ما بشیم. مرسی که تو این جلسه با من بودی تا هفته آینده خدا نگهدار.